خواهیم بود. اما اجازه بدید نتایج رو تحلیل بکنیم. پیتر زالمایف، رئیس سازمان دموکراسی اوراسیا و فعال سیاسی از نیویورک با ماست. آقای زالمایف، نتایج رو می‌بینیم، نتایج اولیه. پترو پروشنکو جلو هست در این انتخابات. به نظر شما آیا اون میتونه باعث بشه که اوکراین یک بار دیگه به شکل یک پارچه در بیاد؟ حق با شماست. الان به نظر میرسه که آقای پیتر پروشنکوف که مرد ثروتمندیه و احتمال زیاد برنده خواهند بود، او حتی ممکنه در دور اول بتونه این کارو بکنه. اینکه آیا او بتونه اوکراین رو متحد بکنه، این همچنان در شکه. ولی اگر کسی باشه که بتونه این کارو انجام بده، بتونه شرق و غرب اوکراین رو دوباره با هم دیگه متحد بکنه، او خواهد بود. اگر کسی که بتونه روابط رو با روسیه بهتر بکنه، او خواهد بود. او شرکت های تجاری خیلی خوبی در روسیه داره و زبان روسی رو خیلی، او زبان اول او زبان روسی هست، به همین خاطر او این شانس رو داره. در مورد روابط روسیه با اوکراین گفتین، همین امروز نخست وزیر روسیه به کریمه رفته، این چه پیامی برای کیف داره؟ این به نظر من پیام، همون پیامی رو میخواد بفرسته که روسیه تمام مدت داشته میفرستاده، اینکه منطقه کریمه بخشی از روسیه الان دیگه محسوب میشه. و در باب باقی اوکراین هم آقای پوتین گفته که او آماده هست که کار بکنه با دولت که جدید بر سر قدرت بیاد و رئیس جمهور جدید، اگرچه در این حال روسیه اون به طور رسمی رئیس جمهور قبلی آقای یانوکوویچ رو به رسمیت میشناخته. با این حال نیروهای خودش رو داره از مرزهای شرقی اوکراین خب عقب کشیده و روشن و به وضوح گفته که نمیخواد تنش بیشتری در منطقه ایجاد بشه. این حمایت روسیه چقدر واقعا میتونه به روند دموکراتیک انتقال قدرت در اوکراین کمک بکنه؟ آیا روسیه واقعا میتونه روی اون افرادی که در شرق کشور مخالف کیف هستند فشار بیاره و اونها رو همراه بکنه؟ اون خیلی سوال خوبیه، خیلی سوال بازی هم هست. ما مطمئن نیستیم که پاسخش خواهد بود. خیلی سخته که بشه الان منطقه رو، شرایطش رو در شرق اوکراین بشه تشخیص داد، به خاطر اینکه به هیچ عنوان به نظر نمیسته که این شرایط در حال آروم شدنه. آقای آخمتوف که خودش از دونتسک هست، او و با مسکو داره صحبت میکنه، با کیف داره صحبت میکنه که شاید بتونن در شرق منطقه رو آرومتر بکنن. اما ما دیدیم که محل اقامت او رو گروه های مسلح محاصره کردن و عده‌ای میخوان ثروت او رو و شرکت های او رو ملی اعلام بکنن و به همه خاطر میدونیم که او موقعیت امنی نداره در اونجا. به همه خاطر ممکنه این آینده شامل، یعنی ممکنه شاهد درگیری های چریکی باشیم در اون منطقه و ممکنه این شرایط از کنترل خارج شه. این آقای پترو پروشنکو به خاطر اینکه ثروتش رو از راه شکلات به دست آورده، از راه ساختن در واقع کارخانه شکلات، به او سلطان شکلات لقب دادن. چقدر واقعا او با آقای یانوکوویچ در مورد ارتباط با روسیه فرق داره؟ چون میدونیم که او هم گفته قصد داره که با روسیه وارد گفتگو بشه. خب او از همون بک‌گراندی میاد، از همون پس زمینه میاد، او جزو همون نخبگان سیاسی و تجاری هست. به همین خاطر که بعضی ها نسبت به اون بدبین هستن، هم در شرق اوکراین و هم در باقی مناطق اوکراین افده اینوسو بدبین هستن که میگن دوباره همون وضعیت فساد و همون وضعیت روابط سیاسی معمول در اوکراین ادامه پیدا خواهد کرد. ولی با توجه به اتفاقاتی که افتاده، به خاطر همه این اتفاقاتی افتاده، نمیشه به همون شیوه
قدیمی ادامه داد. یک چیزی بالاخره این وسط باید تغییر بکنه و حالا چه اینکه بخوان رابطشون رو با اروپا بهتر بکنن، بخوان یه مقدار در مبارزه با فساد از استانداردهای غربی پیروی بکنن، یک تغییر اساسی باید اتفاق بیفته. ولی از اون طرف روابط تجاری دیرینه آقای پروشنکوف با روسیه این گزینه مثبت رو به امیده که او شاید بتونه روابط رو با روسیه بهتر بکنه. بسیار متشکرم از شما پیتر زالمایف، رئیس سازمان دموکراسی اورایژیا و فعال سیاسی از نیویورک با ما. و در ادامه این برنامه به محض اینکه تازه ترین خبرها در مورد شمارش آرای اوکراین برسه با شما خواهیم بود. همینطور میدونیم که بسیاری از ایرانی ها در سالهای اخیر ساکن اوکراین شدن. داریوش رجبیان خبرنگار ما در کیف گفتگویی هم داشته با دو شهروند ایرانی ساکن اوکراین که اون رو هم در ادامه برنامه خواهیم دید.